و از لحاظ قانونی چی جایگاهی داره؟ من میخوام که از بخش قانونی و حقوقی کمیسیون ها کمک بیرون برایم به مطابق سوال شما جواب شما بردم بتیم. یک چیز که ما را بسیار متاسف ساخته به صفت یک رای دهنده ای به این خاطر که مردم افغانستان هم در 16 حمل و هم در 24 جوزا خواستن که سرنوشت خود به دست خودش چیزی که در تئوری بودن او را به اصطلاح در عمل پیاده بکنن. بسیار زیاد متاسف هستم که امو دوستایی که نمیخواستن که دو تا خارجی در کمیسیون شکایت به اصطلاح جای داده شود امروز یک کشور مشخص به اصطلاح میخواین که انتخابات افغانستان منجگیری بکنن، نه منجگیری بلکه مدیریت بکنن. بسیار زیاد به صفت یک افغان برتان میگیم اشاره شما مداخله کشور است ایالات متحده آمریکا کاملا ایالات متحده آمریکا شما با یک چیز دیگر ما امروز برتان اشاره میکنیم به صفت یک افغان برتان میگیم که درستند که ایالات متحده آمریکا و کشورهای دیگه ای که در دور پیش ما شما و در جهان وجود دارند که با مردم افغانستان حمایت کردند کمک کردند اما این به این معنا نیست که در تمام امورات ما همیشه زمینه ازی بر مساعد شود که مداخله صورت بگیره. متاسفانه در طول تاریخ یک چیزی را میخوایم که اشاره بکنیم که در طول تاریخ افغانستان کشورهای بیرونی که خواستن که مداخله بکنن در داخل افغانستان گروپ ها و اشخاص و افراد مشخص خود داشتن و بالاخره مداخله میکردن و میخوایم در تاریخ خودی که ما زندگی کردیم و به یاد ما هست که ببینیم شما ببینید وقتی که رژیم داوود خان از بین میرن و بالاخره در اینجا یک نظام دیگه به وجود میاد. این نظام هم افراد و اشخاص پیدا شدن که رفتن به مسکو، به مسکو راست و دروغ خدا گفتن، بالاخره آمدن مسکو کتی کتی خواهی لشکر سرخ خود آمد و حکومت قانونمندی که در اینجا وجود داشتن به رهبری حفیظ الله امین را از بین میبرن، کابینه را در زندان میندازن و بالاخره اینجا یک چیز دیگه بوده. و در 11 مشخصا بالای جواب بریم حضور جانکیری و اگر باز هم اعلان شود شخص برنده یا اگر شخص را بخواهی از دو نامزد باز هم برنده اعلان کنه تا چی اندازه ای از لحاظ قانونی و از لحاظ حقوقی مشروعیت خواهد داشت و کمکش؟ فیصل مهم در میجرد بخواهد جمله خود میخواهیم تکلیل بفرمایید. و بالاخره در 11 سپتامبر حالاتی که تغییرات به وجود آمد در اینجا دوستا و افراد و اشخاص بالاخره در دور در پالوی امریکا استاد شدن که بالای مردم افغانستان بمهای کلان کلان پرتین که ملت تباه شوند که بالاخره ما به ارگ برسیم. اما امروز ما شما بعد از گذشت 12-13 سالی که گذشت و بالاخره خواستیم که مردم افغانستان به پای خود استاد شوند به حمایت کمک های جامعه جهانی خواستیم که در 2014 انتخابات داشته باشیم که خود مردم افغانستان مدیریت بکنن و بالاخره ارگان هایی که توسط مردم افغانستان حمایت میشن و مدیریت میشن و بالاخره نتیجهش مردم افغانستان و سیاسیونی که خود نامزد ساختن در انتخابات افغانستان بپذیرن. اما متاسفانه باز دیدیم که من فی گروپ ها و اشخاص و افرادی که آقای شاهر اگر مشخصا بالای جواب برسند وقت ما تقریبا کم است هرگاه توسط جانکیری شخص برنده اعلان شود تا چه اندازه مشروعیت قانونی خواهد داشت کاری که در سال 2009 شد چیزی که توقع میره از جانکیری و دیگه دوستای ملی و بین ملی ما بتانن کوشش بکنن که هر دو کاندید که با هم در همه گپای خود بسیار نزدیک هستن با هم نزدیک بسازن و بالاخره در پروسه قانونمند و حقوقی به اصطلاح دخیل بسازن رای پاک از ناپاک با جدا شون. اگر این طور نشون و طوری دیگه ای شون مردم افغانستان بالای هیچ کس اعتماد نخواهد کرد و اعتماد نمیکنه و برای مردم افغانستان وقتی که دست جانکیری بلند بکنن به مردم افغانستان قابل قبول نیست. و ما هم یک بار دیگر به کاندید خود صدا میکنیم که هیچ نوا ضرور نیست که به اتر حکمت ها و دولت ها تشکیل بیتن که فردا نتانه که به مردم حساب و کتاب بیتن از این که در ایلا بکنن و دولت هر کسی که در اینجا افغانستان دولت بله خواهی احمد زی رئیس جمهور آمد کرزی گفته که من مطابق به تقسیم اوقات انتخاباتی در 11 اسد قدرت هم میخوایم به رئیس جمهور آینده افغانستان ایران انتقال بتون فکر میکنید مشکلاتی که وجود داره بحران انتخاباتی که وجود داره تا 11 اسد ختم شود گمان میکنم اگر چی 3 بجه روز است که پروگرام شما ثبت میشه من نمیفهم دمی 100 و اینا هم امکان داره این ملک تغییر کنه مرم گمان میکنم در 2 روز گذشته تیم دکتر سیب عبدالله بر خصوص خودش با انجگری و اینا به مراتب نرم تر است
از او جدیت و از او عصبانیت و اینایی که بعد از چی اعلان کردن و فکر میکنم گیج هم کردن که مردم افغانستان و دنیا چرا کری هم وضاحت داد که به هیچ نوع مداخله نامده سر از یک سوالتان از آقای شایق و از آقای ناطقی بود برای از این نامده که دکته کنه نه جای داره و نه نیت و نه طرف شد به حیث یک کسی آمده که از پیشش خواسته شده و تقاضا ده که بیتا نکرده به خاطر که منافع امریکای هم ده اینجا و هنوز اولادشان هم ده این مملکت هم به جنگ است و هم به خطر است هنوز نپر آمده و منافع سبایشان هم امکان داره هم از نگاه منافع سیاسی هم از نگاه روابطشان وابستگی داشته باشه مرجعی که فیصله کرده میتونه امو دوتاست کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون سم شکایت نزدیکی دوتا من گمان میکنم اگه دکتر سیب عبدالله و دکتر سیب اشرف غنی هر دوش اگر چه این نظر شخصیم است چرا یکیش برادرم است یکیش دوستم است هر دوش از این گپای تیم و اینا بگذره و هر دوشان یک جا اینن فکر میکنم از این تیمایی که هر کدامش منافع خودم در نظر میگیره هدف از ششتن ایجاد حکومت ائتلافی است ببینین حکومت ائتلافی را هم دکتر سیب عبدالله دسپیرت کرده تا جایی که نمیفهم امروز اگه تغییر در جهتشان آمده باشه هم دکتر سیب اشرف غنی واضح گفته که من نمیسازم و در طول کمپین خود گفته پس هدف شما از نشستن یعنی چه؟ ببینین نشستن سر یک فور امروز اگه شما این گپ را که پیشتر آقای ناطقی گفتن که در اول گفتن خب ملل متحد برین اینی باز آقای شایق نشاره کردن که 8000 صندوق فرزن ببین خب این خوب باید یک نشست بین ارتش میگه خب اینی 8000 صندوق فلان فلان آدم میبینه منم در آخر خب باید یک تضمین باشه که هر طرف بازنده قبول میکنه اگه اینطور باشه که باز هر روز یک شرط دیگه برای این خوب 10 سال دیگه ما به فیصله پس شما به یقی دست این که تا 11 اسد مشکلات انتخاباتی حل خواهد شد مردم افغانستان خودشان حوصله یعنی دارن و فکر میکنم تیمایی هم که در طرف امکان داره کدام وزارت و اینا در دل خود خوش کرده بودن آهسته آهسته پس از جوشای چیز خود میشنون یکان برادر ما هم که پیسه پیدا کرده و فکر فرار مرار داره و هم تا بالای کدام ویزا میزه یا خط تهره میاری خود سنجیده قد باشه مردم عام خود به خاطر از اینا و کشتن نمیتن تشکر آقای احمدزه یا آقای شارق و آقای ناطقی از حضورتان در بحث ما بیننده های عزیز تشکر از شما هم تا برنامه بعد شما را به لای بی‌نیاز می‌سپارم.